فوتبالیست ها قسمت 64. تا کشی بازیکن خط میانی داره از خط دفاعی موسوشی عبور میکنه. آفرین تا کشی. جلوی دروازه رسیده با پاس خوب کشی کاکرو موفق میشه با یه ضربه سر گل کنه. گل باید قبول کرد که کاکرو یکی از بهترین گلزنهای کشوره. با وجود اون تیم تو قوی تر شده. موسوشی تا حالا 3 تا گل خورده در حالی که بیشتر وقتشو صرف دفاع کرده. آقای مربی من میخوام بازی کنم. ولی تو قراره در نیمه دوم بازی کنی میزوگی. اگه مرتب گل بخوریم که نمیتونیم برنده بشیم. بعد از 30 دقیقه خودم میام بیرون. خواهش میکنم اجازه بدین برم تو زمین. خواهش میکنم. تیم موسوشی میخواد یکی از بازیکناشو عوض کنه. بله میزوگی شماره 4 به جای ایناو شماره 12 وارد بازی میشه. تیم موسوشی که خودشو در وضع خطرناکی احساس میکنه میخواد از میزوگی که قرار بوده در نیمه دوم وارد زمین بشه الان استفاده کنه. واقعا تصمیم به جای گرفته و این ممکنه در سرنوشت بازی تأثیر داشته باشه. ولی میزوگی زیاد نمیتونه بازی کنه. منظورم اینه که بیش از 30 دقیقه نمیتونه بازی کنه. بیفایده است میزوگی. حتی با بودن تو هم نمیتونین از تو ببرین. بد شد. زود باشی تو بچنگ سیمادار بیاری. بارو کنار. بسگی عالی بود سوبا. آفرین پسر. بد شد. چیه؟ چی شده مریزکی؟ تو این شوتر راحت میگرفتی؟ سوبا مثل همیشه و طبق معمول در بهترین موقعیته. بله همینطور. هرچند که امکانش کمه ولی میخوان مثل 2 سال متوالی که برنده شدن حالا هم برای سال سوم برنده بشن و به مقام قهرمانی برسن. تمام موفقیتشون به سوبا بستگی داره. قبول میکنم که بازیکن قابلیه ولی کیزوکی، تاکی، زابا و حتی تاگاسوکی و سایرین هم بازیکنان خیلی خوبی هستن. به خوبی میشه تشخیص داد که اونا پشتیبان خوب سوبا هستن. به هر حال این تیم در کشور مقام بالایی داره. میشه گفت که بازی گروهیشون برای همه سرمشق خیلی خوبیه. گمان کنم قهرمان امسال هم تیم شاهین درست میگه؟ راستش طبق روال همیشگی یا شاهین قهرمان ملی میشه یا توها. ولی همونطور که شما گفتین همه میگن امسال هم تیم شاهین قهرمان میشه. من مزاحم کارتون نشم. معذرت میخوام که وقتتون رو گرفتم. خواهش میکنم. سواسا خیلی دلم میخواد میزوگی رو دو مرتبه تو زمین فوتبال ببینم. دلم براش خیلی تنگ شده. به زودی در مسابقات قهرمانی کشور میبینیم. مسابقات قهرمانی؟ میزوگی خیلی دلم میخواد دو مرتبه باهات دیداری داشته باشم. به خاطر منم که شده تو رو شکست بده تا در مسابقات ملی کشور با هم روبرو بشیم. میزوگی از این که 3 گل خوردیم خیلی متاسفم. بهتره حتی حرفش هم نزنی. 3 گل که چیزی نیست، میتونیم جبران کنیم. همینطوره میزوگی. کاملا درسته. 10 دقیقه از نیمه اول مونده. نیمه دوم هم 30 دقیقه است. کافیه با همکاری همه جانبه هر 10 دقیقه یه گل بزنیم. بنابراین بازی اصلی از حالا شروع میشه. باید نشونشون بدیم که فوتبال خوب یعنی چی. باشه. امیدوارم موفق باشیم میزوگی. با ورود میزوگی تیم موسوشی گرده هم اومدن و آماده حمله شدن. بازی مجددن با سوت داور شروع میشه. اعضای تیم موسوشی از میزوگی مثل برج مراقبت دستور میگیرن. مونتا باید دید که آیا میتونن سرنوشت بازی رو تغییر بدن یا نه. نمیذارم بری جلو. توپو ازت میگیرم. کاکرو رفت که توپو از میزوگی بگیره. حالا کاکرو در برابر میزوگی قرار داره. اونا شاید فکرش هم نمیکردن که روزی اینطوری در مقابل هم قرار بگیرن. ولی این اتفاق افتاده و حالا دو ستاره فوتبال با هم مبارزه میکنن. آه.
چرو برو تا کشی برو توپو بگیر و به هم پاس بده. باشه کتر رو حریف و پریف میده و میره به سمت چپ. من فهمیدم میگیرمش. تو کشی که پشت سر کاکه رو بود جلو رفت. این یه همدیه تخلیه. میزوگی حسابی غافل گیر شده. این تا کشیه که تک میکنه. ولی ببینید میزوگی با چه مهارتی از تا کشی عبور میکنه. چی؟ برادر میزوگی به راحتی از دام تاکشی و کاکرو خودشو نجات میده. عالیه بچه ما باید یه گل بزنیم. در یه لحظه موسوشی دست به حمله گستر بزن. اون تو باید این خط دفاعی توها چی کار میکنه. تیم موسوشی عملیات میزوگی رو خوب اجرا میکنه. منتظریم که نحوه پاس دادن بعدیشو ببینیم. هنوزم میزوگی پا به توپ داره چلو میره. باید برنده بشیم. الان 3 ساله که منتظرم با سوبا در مسابقات ملی روبرو بشم. حاضر نیستم در این مرحله شکست بخورم. بچه ها مردونه مبارزه کنین. مراقب میزوگی باشین. تاکشی الان میاد کمکتون. خیلی باید مراقب باشین. بهترین دروازه‌بان کشور و قلب خط دفاعی توهو یعنی واکاشی سوبا داره به بچه های تیم تعلیم میده. 3 نفر از بازیکنان موسیشی از دوران دبستان با میزوگی هم بازی بودن. بنابراین اگه توپ و صاحب بشن وضع عوض میشه. توهو نشونش میکرده ولی میزوگی هنوز پاسی نداده و خودش به تنهایی جلو میره. اون همه رو دریبل میکنه و هیچ کس قادر نیست توپ رو ازش بگیره. میزوگی غیر قابل قبوله ولی میزوگی به تنهایی توپ و تا جلوی دروازه آورده. اینطور که معلومه او قصد داره به تنهایی جلو بره و گل بزنه. میزوگی عالیه کاپیتان. خیلی بد شد. مواظب باشین بچه ها. حالا وقتشه. با کشیزونو باید به داد توپ برسه و در این لحظه میزوگی شوت میکنه و موفق میشه. اون با شوت زیبایی که کرد به سکوت 2 سالش خاتمه داد. موسوشی موفق شد با کمک میزوگی صاحب یک گل بشه. اینطور که معلومه باید منتظر یه بازی هیجان انگیز باشیم. برای بازیکنان و تماشاگران حاضر در استادیوم کاری که میزوگی کرد غیر قابل قبول بود. برای اون با اراده آهنین خودش و با وجود ناراحتی قلبی که داشت این غیر ممکن رو ممکن کرد و یک گل بسیار زیبا رو به ثمر رسوند. تماشاگران پارچه دارن میزوگی رو تشویق. بازی اصلیمون شروع شد. باید سرنوشت بازی رو عوض کنیم. باشه. بد شد. ما واقعا بدشانسی آوردیم. تا حالا سابقه نداشته که میزوکی یکی و تنها تا جلوی دروازه حریف پیش بره و گل بزنه. ولی این دفعه خیلی جالب این کارو کرد. ولی یادت باشه که در بازی‌های قبل پاسای خوب میزوگی باعث گل شده بود. کاملا درسته. من فکر می‌کردم به خاطر قلبشه که مرتب به این اون پاس میده. ولی حالا تونه ثابت کنه اگه بخواد میتونه بهتر از هر بازیکن یک تنه کارشو انجام بده. واقعا که بی نظیره. ما باید سعی کنیم تا پایان این نیمه گل نخوریم. تاکشی بذار کاکه رو هر چی میخواد حمله کنه. خط دفاعی ما میتونه به راحتی کنترلش کنه. با این امید که بچه ها میدونن چه کار بکنن. باید خط دفاعی رو تقویت کنیم. میزوگی تلافیشو در میارم. این دفعه خودم تنهایی گل میزنم. در این سری از مسابقات توهو برای اولین بار یه گل خورده ولی با تمام این احوال هنوز 2 گل جلوه. اینطور که معلومه تصمیم گرفتن در وقت باقی مانده نیمه اول توپ و زمین از آن خودشون باشه. حالا با صدای سوت داور بازی شروع میشه. بیا دیگه حالا نشونتون میدم که گل از دست رفته رو چطوری برمیگردونم. توهو دست به تهاشون زده. اون تاکرو داره به تنهایی جلو میره. ظاهرن شوت و گل غیر منتظره میزوگی کاکرو رو حسابی عصبانی کرده. بیا دیگه میزوگی میخوام مرد و مردونه باهات نبرد کنم. کاکرو از گلی که خورده خیلی ناراحته. خب دفاع کار آسونیه. اون یکی و تنها داره به طرف دروازه حریف میره. میخواد همون کاری رو انجام بده که دقایقی پیش میزوگی انجام داد. چی؟ با
بوسوشی از هر دو جناح کاکرو رو محاصره کرده و به هر نحوی شده میخواد حمله کاکرو رو دفع کنه. طوری سری دیر میکنم که هیچ کدومتون نتونین جان بخورین. حالا نفهمیدم. هر اینکه کاکرو حمله کرد میزوگی جا خالی داد. همین باعث شد که وضعیت هر دوشون در این لحظه به هم بخوره. در اینجا توپ از کنترل هر دوی اونا خارج میشه. کاکرو تو اصلا عوض نشدی. فوتبال که بازی یه نفره نیست. لطفه این بازی در کار گروهیه. نمیخواد به من درس بدی. دو مرتبه موسوشی هم نمیتونه. سایرین پا به پاش دارن چلو میرن. این دفعه میزوگی داره پاس میده. جلاشو بگیرین. خط حمله توهو خیلی سعی میکنه ولی از آیتون موسوشی خیلی سریع پاس میدن. اونا واقعا دارن اعجاز میکنن. یه همچین بازی تندو دیزی تا حالا ازشون دیدن. درستی که تیمی تو تا حالا بدون نقص بازی کردی ولی حالا دوچار یه حالت سرگردونی شدی. تو با به جنای دروازه رسوندن. این آخرین پاسه. عالیه تاکشی. در این لحظه تاکشی بازیکن میانی تو با پیشبینی درستی که از مسیر توپ داشت توپ رو مهار میکنه. آفرین تاکشی. تاکشی توپ رو شوت میکنه. بگی کاکرو و به کاکرو پاس. چی؟ نمیذارم موفق بشه. این دفعه نوبت میزوگیه که جلوی توپ رو بگیره. حالا داره دریبل میکنه. سعی داره به تنهایی از چنگ تاکشی فرار کنه. چی شد؟ توپ همچنان زیر پای میزوگیه. امکان نداره بذارم در این مرحله شکست بخورم. حالا تاکشی میره که توپو از میزوگی بگیره. همونم پاس میده. یک کدوی زیبا میکنه. میزوگی در این مورد خاص خیلی مهارت داره. میشه گفت همینم باعث شهرت تیم موسوشی شده. برای این به میدون اومدم که بتونم با سوبا مسابقه بدم. کسی مواظب اینا باید فول بشه. عجب شوتی با کاشی زوبام در همین لحظه میپره. مگه خوابشو ببینی؟ دیگه نمیذارم بعد گل بزنی. در این دسته توپ در دستای واکاشی زوما قرار میگیره. ضربه خیلی قوی بود ولی دروازه‌بانم با مهارت خاصی تونست توپ رو مهار کنه. زنده باد واکاشی زوما. آفرین واکاشی زوما. آفرین. آفرین واکاشی زوما. آفرین قهرمان. تلاش خیلی خوبی بود ولی میزوگی موفق نشد گل دومو به ثمر برسونه. عالی بود واکاشی زوما. معلوم میشه از فاصله دور نمیشه بهت گل زد. این دفعه باید برم جلوتر. نیمه ی اول مسابقه تموم شد. گرچه اعضای تیم موسوشی پا به پای میزوگی دست به یه حمله گسترده زدن ولی خط دفاعی تو حسابی جلوشون مقاومت کرد. برای شایستگی در مسابقات ملی هر دو تیم شایستگیشو دارن. تکازگی اودو همیشه باید حواسمون جمع باشه. حالا نوبت من سوبا. تو سوار رو در نظر نمیگیری کیزاگی. بگیر. بد شد. خوبه میزاگی، مطمئنم که پیروز میشی. میخوام بازی تو در مسابقات ملی تماشا کنم. به میزاگی بازیکن تیم موسوشی اطلاع دادن که بیشتر از 30 دقیقه نمیتونه بازی کنه و در حال حاضر 20 دقیقه از وقتش باقی مونده. بنابراین اون مجبور در این مدت نسبتاً کوتاه حسابی تلاش کنه. باید ببینیم که نتیجه این بازی چی میشه. رقابت بین دو تیم برگزیده. بازی
واکاشیزوما، امکان نداره ازتون شکست بخورم. به هر قیمتی که شده باید در مسابقات ملی با سوبا مسابقه بدم. ادامه این داستان را در برنامه بعد خواهید دید. پایگاه اطلاع رسانی راسخون.